تورا سوالان و مشه مراشا الاد یعقوب که اخش لومده تورا لحسیل نفاشد یل ایسرائیل. قدرت آموزندگان تورا برای رهایی جانهای افراد ایسرائیل. حالا از اون ایش نوشته در نامه خودش قبسگیرات الگیمل 62 که علاوه از اونش در اون نامه صحبت میکنه در موضوع نجات دادن بچه هایی که به اسارت گرفته شدن، که به شکلی از جامعه ما جدا شدن، و این گفتار علاوه از اونش از در موضوع ابزار و وسایلی برای نجات داره میفرماد که جای بررسی داره. یعنی مطلب کاملا واضح نیست که بگیم آقا تو همه موارد اینگونه رفتار بکن. سعی و تلاش برای اینکه رهایی بدم و فراری بدم اونا رو و خارج کنم اونا رو از دست اسارت برندگانشون اصلاً من ضروری است. و موفقیت بیشتر از سعی و تلاش هایی که در راه و روش های مختلف میشه صورت بگیره به دست میاد، و به خاطر اینکه قدرت و توانایی ما محدوده و اگر در یک جا اونها رو نجات بدیم بازداشته میشن در جای دیگه، لازمه که بسنجیم با دقت در مورد هدفی که مورد رضایته، یعنی که لازم که بدونیم که چگونه باید انجام بدیم و نهایتاً چی عایدمون میشه، و این محاسبه بسیار سختی است که بدونیم چگونه و چه باید انجام بدیم. همینطور در جمع‌آوری پول و اموال این ایشتر دلود رق پراون خوف نیست سعی و تلاش مگر در حد بازپرداخت کردن بدهی. همینطور که نوشته آرام مثل از اشارین در فصل 21 که این سعی و تلاش ها که آدم برای امرار معاش هر کاری انجام میده، این بازپرداخت بدهی به زدب به خاطر خلخم هست، به خاطر جریمه و تیغون اون گناه صدعت که بارق جمیلندون بخور هست. واسه چارم که آدم تصور بکنه که قدرت و نیروی من بوده که منو به اینجا رسونده، به این ثروت رسونده. همینطور سعی و تلاش برای رهایی جانها از یه طرف میسواست، اما لازم که به خاطر داشته باشیم که در توان ما نیست که چندان چیزی انجام بدیم. فقط با اعمالمون ما برمی انگیزیم دروازه‌های رحمت خداوند رو، که اعمال دست ما رو خدا خودش آراسته بکنه به سوی اون چیزی که مورد رضایت و خواسته شده است، به بهترین حالت که در راه انجام میسوا لطو یاری هاش من باشه که خودش بارخو کمک بکنه به انسان برای که انجام بده میسوا و اون چیزی که اون درخواست. و کسی که تفیلا میخونه و بسیار استغاثه میکنه برای خلاصی و رهایی، این تأثیر بیشتری از سعی و تلاش فیزیکی داره، ولی که این مطلب نیاز به سنجش داره در جایی که حالا خلاصی ساده است، یعنی با یک عمل هست مسلمه. اگه کسی اونجا وایس آدم تفیلا بخونه مثل اینی که قطر انجام دادم تو که تو را میفهماد دو تنبا در دم ریخا بر خونه رفیق نیست، مثل کسی که میبینه یه آدمی داره تو رودخونه غرق میشه و اون شنا بلده میتونه نجاتش بده، حالا وایس اونجا تفیلا بخونه که نجاتی از غیب فرا برسه، این حاسید چوته است و عملا باعث قطر رو خونریزی شده. بلکه موضوع که ما داریم میگیم در جایی که توان ما نیست که نجاتش بدیم، طرف خودش هم شنا بلد نیست، کسی دیگه هم در دسترس نیست که با داد و فریاد اونو به کمک بخواد، و حالا اگه همینجوری بیکار وایسه فقط این داد و فریاد کنه آی کمک به داد برسید و تفیلا نمیخونه برای خلاصی اون، اینک من داشته از اینکه خلاص بکنه حتی در کاری که میتونست انجام بده. اینجا دیگه سعی تلاشش کارایی نداشته، اینجا جا داشته که تفیلا بخونه.
و این دقیقا دویدن به دنبال رحمت‌های هشم هست که خدا نجات بده. و در ادامه نوشته آراب از اون ایش مطالبی که نیاز هست که آدم تعمق بکنه در اونها که بتونه دل اونها رو درک بکنه، و این گفتار آراب هست. و قبلا فرمودن ارخامیم و مثلا مگیلا تزای عمود بد گادول تلمود تورا یوتر محسالت نفا شد. بزرگتر و با ارزشتر آموزش تورا بیش از خلاصی جانها. و این گفتاره خیلی عجیب به نظر میرسه. از یه طرف میگی پیقوانفیش نجات جان از همه چی بالاتره، حتی اگر مجبور بشیم به خاطر اون دستور تورا هم زیر پا میذاریم، شبات باشه، کیپور باشه و وارد دیگه. در که این گفتار سادهش اینه که بشیم مجموع هم زیر توراشو از نجات جان هم برزشتر. و ایرمال داوید اونجا حالا اثباتی که برای گفتارش میاره مثال میزنه، زمانی که داوید ملک پادشاه بود، با وجود که داوید خودش هم جنگجو بود، اومد تو جنگ ها از دیگه زمان که پادشاه شد شرکت نمی کرد، سرلشکرش یا بن سرویا بود که به جنگ می رفت. داوید خودش به جنگ نمی رفت، چیکار می کرد؟ مشغول آموزش تورا بود. و گمارا این گونه میگه که اگر داوید مشغول آموزش تورا نبود، یوآب هم با لشکرش هیچ کاری نمیتونست انجام بده، که در واقع اصل موفقیت و خلاصی به وسیله آموزش توراست و تلمیداخا هم فیض میرسونه، تأثیر میگذاره و اون است که رهایی بخش واقعی هست و مسلمان لازمه که انجام بدیم چیزی که بوده ماست که انجام بدیم. اما اصل میگم یه موقعی هست که الان نقد کار فیزیکی سعی تلاش لازمه، خب اینو وظیفه داریم انجام بدیم، اما در اصل کلیش اون توراست که پاسخگوی همه چیز است. و همونطور که اعضای بدن انسان هر کدوم یه کار اختصاصی خودشون دارن، چشم میبینه اما دیگه چشم نمیشنوه، گوشه که میشنوه ولی گوش نمیتونه ببینه، دست هاست که میتونه فعالیت کار انجام بده اما چشم از جاش فقط یه خورده جابجا راست و چپ بالا پایین بشه، از جاش بیرون نمیاد کاری انجام بده. همینطور یه جامعه رو در نظر بگیریم، همه مثل یک بدن واحد هستن، افراد مختلف مثل اعضای مختلف بدن هستن و هر فردی لازمه که مأموریت و مسئولیت خودشو به درستی انجام بده. مسئولیت اصلی بن تورا این است که زحمت بکشن در درک حقیقت تورا، امتیو عملیم به تورا، سعی بکنه، تلاش بکنه، فهم بعضی مطالب تورا و گمارا میخونه، تصافت میخونه، اینکه چرا اینجوری شد، نیازه که روش فکر بکنه تا درک بکنه و بفهمه. و اینا هستن که خلاصی میدن و رایی میدن بچه ها و افراد زیادی رو از افکار گناه، افکار کفرآمیز و نظیر اونا. چجوری؟ که بعد که اونها تلمید خامیم با طهارت و قداست مشغول تورا باشن، این بار مثبتشون تأثیر میذاره دیگران که اونم رو از افکار گناه هیروره اورا دور بکنه، که به این شکل کشیده میشه بر اونها روی طهارت در کل دنیا. و میبینیم ما چقدر بزرگه این بازخواست و ادعایی که حساب تلمید خامی وجود داره. از یه طرف جایگاه مقام بسیار بالایی است، تلمود تورا که نگهت کنم، اما خب حالا که این راه رو انتخاب کردی، تو این راه قدم گذاشتی، مسئولیت سنگینی هم هست به عهده افرادی که اهل تورا هستن. در هر دوره‌ای که مسئولیت بزرگی رو دوش اونا قرار گرفته، که بچه‌هایی که منحرف میشن از راه و جاده تورا، در توان این اهل توراست که اونها رو به وسیله زحمت، سعی و تلاش در راه یادگیری تورا رهایی بدن و نجات بدن. که علیده اشبال دیمو تورا که وسیله فیض این آموزش تورا، این بار مثبتی که فرد مشغول آموزش تورا شده با سعی و تلاش علامه همه سختی ها، مشکلات اقتصادی، از خدا نکرده اون که بیمار باشه، گرفتاری داره، خستگی هاست، با این حال
میگه باید به تورام هم برسم، یه بار مثبت طهارت و قداست ایجاد میکنه که خواسته و ناخواسته دونسته و ندونسته رو دیگران این تأثیر مثبت رو داره و اونا رو رهایی میده. و اگه فرد گهر تراز کمکاری میکنه اون ولیش هم تأثیرش مشخصه. و این مشورت و پساق هلاخاییست که آرام از اون ایش بریده و چقدر جای تفکر داره و سنجش که آدم مسئولیت خودشو درستر و کاملتر درک بکنه.